سلام به تمامی همراهان عزیز لذت داستان، من شهرزاد هستم و امشب برای شما دهمین قسمت از اسرار حرم سرای ناصرالدین شاه رو میخونم. امیدوارم که از شنیدن این داستان زیبا لذت ببرید. سخن از رمالان و منجمان پیش آمد. بد نیست بدانید منجمان و رمالان و دعانویسان بر روح و جسم زنان اندرون نیز نفوذ فوق‌العاده داشتند. شاه نیز همیشه تحت تأثیر القاعات مادرش مهدولیا عقاید و نظرات رمالان را میپذیرفت. مهدولیا در زمانی که شوهرش محمد شاه بیمار بود، گهگاه سفری به آذربایجان و تبریز میکرد تا از نزدیک پسرش را به رموز سلطنت و آمادگی برای احراز این مقام آماده سازد. تقریبا در سالهای نزدیک مرگ محمد شاه بود که مهدولیا به تبریز رفت. بر همان سفر نیز فریفته امیر کبیر، رجل قوی هیکل و دانشمند دربار ولیعهد شد. اما عزت و دوله دخترش که خواهر ناصرالدین شاه و همراه او بود، توانست دل از کف او برباید و او را مجنونوار در پی خیش بکشاند. به هر حال روزی که مهدولیا و ناصرالدین میرزا نشسته و مشغول صحبت بودند، خبر آوردند که منجمی آمده و تقاضای ملاقات دارد. با شنیدن نام منجم، مهدولیا دست و پایش را جمع کرد، به پسرش اشاره ای نمود. ناصرالدین میرزا نیز گفت شرفیاب شود. چند لحظه بعد مردی با ریش بلند و کلاه فینه و لباسی آراسته وارد شد. این مرد همان منجم باشی معروف بود که میخواست نتیجه سالها زحمت و مرارت خود را به اطلاع مهدولیا و ناصرالدین میرزا برساند. منجم همین که وارد شد، مهدولیا به او اشارتی کرد که در گوشه‌ای بنشیند. بعد هم با پسرش پچ و پچ کرد. بعد بلند گفت های منجم باشی، بگو ببینم از کجا آمده و چه کار داری؟ منجم که قبلا خود را آماده کرده بود و طرح بسیاری از سوالات و جوابها را در ذهن ریخته بود، گفت ولایت عهد عظما و حضرت علیه مهدولیا ملکه خاتون بزرگ ایران به سلامت باشند. باید عرض کنم که این بنده از ایام جوانی فریفته علوم رمل و استرلاب بودم. سپس نزد علمای بغداد به فرا گرفتن علوم سماوی و نجوم پرداختم. ریاضت‌ها کشیدم، مرارت‌ها بردم، تا اینکه پرده اسرار غیب بر رویم گشوده شد. به رموز پیشبینی و نجوم و رمل آگاه شدم. منجم در اینجا قیافه‌ای روحانی و ملکوتی گرفت. با چشمان نافذی که داشت، نگاهی به ولیعهد و مهدولیا انداخت. حس کرد هر دو نفر رو جذب کرده و مشتاق ساخته است. سپس به صحبتهایش ادامه داد. گفت قربانتان گردم. جان سار عمری را در علوم سماوی، ریاضی، نجوم، رصد کائنات و ستارگان سپری کردم. سرانجام تومار هستی به چنگ آورده، از دفتر زندگانی اسرار مگو را یافتم. هنگامی که سرگرم رمل بودم، نظرم به صورت همایونی افتاد. فوراً در صدد برآمدم آنچه در غیب و ازل است و در روح تقدیر و سرنوشت شاهزادی والا گوهر خوانده می شود، بر صفحه خاطر محفوظ و منقوش دارم. تصمیم خود را عملی ساختم. پس از مکاشفات آنها را به سهم همایونی برسانم. نصیب ایشان را از لوح تقدیر در آینده آگاه سازم. حرفای منجم که به اینجا رسید، دوباره حالت تفکر گرفت. سر در جیب تفکر فرو برد. ظاهراً به عملیات و تظاهراتی پرداخت که معمولاً از منجمان حشوی سر می زند. تمام این کارها برای فریب و جذب طرف مخاطب است. ملکی که سخت علاقه‌مند به شنیدن مطالب منجم بود و اصولاً به اظهارات این اعتقاد داشت، بدون اینکه منتظر شنیدن حرفی از جانب پسرش بشود، گفت منجم باشی، از کجا بدانم که تو راست میگویی؟ آنچه برملا میسازی روی خواهد داد و در لوح تقدیر پسرم نوشته شده. منجم حالتی حق به جانب گرفت. با چشمان نافذش
که گوشه سقف را می نگریست و بدون اینکه سرش را پایین آورد و نگاهش را از گوشه سقف برچیند به آهستگی گفت: سروران عزیزم به سلامت باشند. این فقیر در حال حاضر هیچ گونه استدعایی ندارد. اطلاعات خود را معروض می دارد و مرخص می شود. چون قصد انتفاع مادی ندارد. انشاءالله اگر در آینده اظهارات و عرایزم مقرون به صحت بود و درست از آب در آمد، بیشک مشمول مراهم سرورانم خواهم شد. ولا غیر. مهدوریا لبخندی زد. نگاهی از رضایت به صورت ناصرالدین میرزا افکند و چشمکی به او زد. ناصرالدین میرزا نیز خاموش و ساکت به حرفای مادرش گوش می داد. مهدوریا گفت: منجم باشی، من حرفی ندارم. اگر حرفایت صحیح بود و درست در آمد، بدان که بعد از آن زندگی مرفه و سعادتمندی خواهی داشت. انعام و خلعت نصیبت خواهد شد. در غیر این صورت، فراشان شاهی تو را در همان رودخانه فرات سر به نیست خواهند کرد تا جزای دروغ بافی خود را به دست آوری. منجم باشی با حالت رغبت و رضا گفت: خدا شاهد است، آنچه می گویم رمز ازلی و گوشه ای از پرده غیب است. سالها ریاضت و تحقیق بر من آشکار ساخته. ناصرالدین میرزا مهلت نداد. مثل اینکه سخنان رمال و منجم سخت او را مجذوب خود ساخته بود. بلافاصله گفت: خب شروع کن. بگو ببینم چه میخواهی بگویی. معطل نشو. منجم قدری جا به جا شد. کتاب کوچکی از زیر بغلش بیرون کشید. لایش را باز کرد. از جیب چپش دو عدد مهره رمل و استرلاب بیرون کشید و بر روی صفحه‌ای مدور که با عقربک و خطوط هندسی عجیب و غریبی زینت داشت قرار داد. قدری مهره ها را پس و پیش کرد. با علائم دست و انگشتان و حرکت آنها با خود سخن می گفت. به آرامی حرف هایی می زد. بعد از چند لحظه که با این حرکات مشغول بود، سر را از روی کتابچه برداشت. به صورت مهدوالیا و ناصرالدین میرزا نظری افکند. مجدداً فهمید که هر دو کاملاً مشتاق شنیدن سخنانش هستند. لذا ادامه داد و گفت: آنچه در زایچه همایونی قرائت شد، تولد در پنجم ماه صفر مظفر در برج حمل برابر با دهم سپتامبر ماه فرنگی و سال 1247 هجری قمری است. تولد همایونی در حمل نشانی طول عمر و دوام سلطنت است. یک سال و نیم الی دو سال دیگر نیز سلطنت کیانی در قبضه با کفایت همایونی خواهد افتاد. اما ماه صفر و ایامش همیشه مشؤوم و منحوس است. خاصه اینکه تولد همایونی در اولین روزهای ماه صفر بوده است. لذا در آخرین پنجشنبه از ماه صفر که قرین سلطنت اعلی حضرت خواهد بود، خطری متوجه ذات همایونی است. اگر از آن مهلک رهایی یابند، سلطنت اعلی حضرت صاحب قران طولانی خواهد بود. به دو قرن تمام خواهد رسید. بعد از آن نیز مدت درازی بر اریکه سلطنت جلوس خواهد داشت. نفس در سینه های مهدوالیا و ناصرالدین میرزا حبس شده بود. تأمل منجم اسباب ناراحتی هر دو نفر شد. به طوری که بل اتفاق گفتند: منجم باشی ادامه بده. منجم باشی ادامه داد. عمر اعلی حضرت نیز از تمام پادشاهان قبلی بیشتر خواهد بود. راست میگویی؟ قبله عالم به سلامت باشند. این اطلاعات و اخبار در لوح ازلی و تومار کائنات نوشته شده. صحت و سقمان منوط به نظریات شخصیم نیست. مهدوالیا و ناصرالدین میرزا در خوشحالی زاید الوصف فرو رفته بودند. با اول از منجم سوال می کردند و به حرفایش یقین داشتند. تمام آنها را با ذکر دلیل و مأخذ ادا می کرد. مهدوالیا سپس پرسی: نگفتی سرنوشت او با برادران و عموهایش چه خواهد شد؟ منجم دوباره مهره ها را روی قرطاس ریخت. بعد از لختی تأمل گفت: آها، برادران و عموها در برابر هوش و فطانت و قدرت اراده ولیعهد همایونی تسلیم خواهند شد. هیچ کس را یارای مخالفت نخواهد بود. مهدوالیا دستهایش را به هم مالید.
نگاهی از رضایت و توام با خوشحالی به صورت فرزندش انداخت و گفت: حال چه میخواهی؟ منجم دوباره قیافه مظلوم و حق به جانبی گرفت. به طور موکد گفت: فقط سلامت شاهزادگان عزیز و خاتون اول ایران. مهد اولیا از این همه تملق و چاپلوسی خوشش آمد. دست در کیف پارچه‌ای که در دستش بود کرد. مقداری سکه های اشرفی بیرون آورد و آنها را جلوی رمال منجم گذاشت. گفت: این هم حق و زحمه مختصری برای تو. اگر حرفهایت درست از آب در آید، مخصوصا مدتی را که برای تصاحب تاج و تخت تعیین کرده ای، کاملا نزدیک است. می توانم آن را برای صحت و سقم اظهاراتت شاخص قرار دهم. اگر حرفهای درست باشد، مطمئن باش که خلعت و انعام شایسته ای خواهی یافت. راستی، گفتی پسرم کی به سلطنت خواهد رسید؟ منجم با طمأنینه و وقار خاصی گفت: یک سال و نیم یا اندی بالاتر. مهد اولیا مجدداً تأکید کرد و گفت: بسیار خوب. اگر تاریخی را که گفته ای صحیح باشد، دیگر هرچه بخواهی در اختیار توست. مقامی شایسته در دربار به تو تفویض خواهد شد. منجم که با حیله و تردستی و مطالعه بسیار این مطالب را پیش بینی کرده بود، احساس کرد که بهترین موقعیت برای نجات از فقر و گرسنگی فرا رسیده. لذا معطل نشد و گفت: این بنده در حال حاضر هیچ گونه توقعی ندارم. فقط دست خطی مرحمت فرمایید که در ایام پادشاهی از یاد نروم، چون یقین دارم آنچه گفتم به وقوع خواهد پیوست. ناصرالدین میرزا با لحن شوق‌آمیز و رضامندانه گفت: بسیار خوب، هرچه میخواهی بنویس. منجم فوراً قلم و دوات را به دست گرفت، روی کاغذی که همراه داشت نوشت: پایبوسی و شرفیابی به آستان اعلی حضرت بدون حاجب و دربان و اجازه قبلی ممکن باشد. کسی را یارای مخالفت با آن نباشد. برای آش در رکاب ذل‌الله دهی به عنوان تیول قباله شود و در اختیار حقیر قرار بگیرد. وقتی که نامه نوشته شد، مهد اولیا آن را خواند. سپس به دست ناصرالدین میرزا داد و گفت: بیا فرزندم، امضا کن. منجم به آنچه میخواست رسیده بود. تعظیمی کرد و با کسب اجازه مرخصی از قصر ولیعهد به خانه محقر و در هم ریختش رسید. آنچه را که منجم راجع به تاریخ تولد و غیره گفته بود، همه را قبلا به وسیله ایادی خود به دست آورده بود. درباره جلوس به سلطنت نیز تقریبا تاریخی را اظهار داشت که اتفاقا صحیح از آب در آمد. بر اعتبار منجم افزود: بعدها او را به صورت منجم باشی خاصه حضور همایون رسانید. تیر او را به هدف نشانید و دکانش سکه شد. زیرا پس از آن خانم های اندرون و شخص شاه به پیشگویی هایش ایمان داشتند. خاطر پیشبینی های او تا آخرین لحظات حیات از ذهن و روح شاه خارج نشده بود. به هر حال آن روز که جیران میان شاهزادگان و درباریان و زنان حرم درخشید، همه انگشت حیرت به دندان داشتند. پیوست از بخت و تقدیر بحث می کردند که چگونه دختر باغبان ساده‌ای همسر پادشاه شده، چگونه او با رموز اسب سواری آشناست. هر یک از زنان و درباریان با کنجکاوی مخصوصی به همدیگر نگاه کرده می خواستند راجع به جیران اطلاعاتی کسب کنند. این درد و دلها گاه نیز با منجم باشی در میان گذارده می شد و او هم که از سفره بیریای دریا متنعم بود، پیوسته عشق و ازدواج جیران را با شاه مولود مشیت الهی و قسمت و نصیب ازلی می دانست. این مطلب را به همه تلقین می کرد. ناصرالدین شاه نیز که به سرعتی عجیب و بی سابقه عاشق جیران شده بود، طوری در دام عشق او گرفتار شد حتی یک لحظه دوریش را نمی توانست تحمل کند. پیوسته در سرد طرح و نقشه‌ای بود که خود را از جلسه خشک معارفه و مصاحبه با شاهزادگان قاجار خلاص کند و به اندرون برساند، چون در آنجا غیر از 5-6 نفر از زنان سرگلی، در حدود 500 زن دیگر در محوطه داخل و خارج انتظارش را می‌کشیدند. شاه از شاهزادگان قاجار دلجویی نمود
به بهانه سردرد و خستگی از آنها خداحافظی کرد و به سرعت به طرف حرم سرا روان شد. همین که پا به آستان در گذاشت، آقا محمد خان کوتوله خواجه باشی جلو دوید، فریاد زد: قبله عالم تشریف فرما شدند. جمعی از زنان با پیراهنهای رنگارنگ و گلدار و شلوارهای پاچیندار و چارقد نازک و خوش رنگ از روی ایوان اندرونی مثل اسپندی که روی آتش بیفتد از جا پریدند، هل هل کنن، در حالی که مرتبا می گفتند شاجون اومد، شاجون اومد، از پلکان سرازیر شدند، به طرف حیات اندرونی دویدند. در این میان انیس و دوله فقط از جایش برخاست، کنار او نیز جیران ایستاد، چشم به این منظره تماشایی دوخت. ناگهان جیران در قلبش احساس خاری کرد، دانست غیر از خود چندین رقیب دارد، احتمالاً هر کدام گوشه ای از قلب شاه را تصاحب کردند. جیران آهی کشید، ولی همانطوری چشمانش به در دوخته شد. لبخندی تصنعی و لبانش خشک ماند. سوگلی های شاه از سر و کولش بالا می رفتند، مثل بچه بوزینه هایی که چشمشان به مادرشان بیفتد و خود را برای او لوس کنند. زنان شاه مثل همان بچه انترها از سر و کول شاه بالا می رفتند، سر و روی او را غرق در بوسه می کردند. گاه یکی از آنان گوش شاه را گرفته و می کشید. تا شاه دست او را می گرفت، دیگری پهلویش را قلقلک می داد. تا شاه از شر قلقلک خلاص می شد، یکی از سوگلی ها سیبیل های بلند او را تاب می داد. شاه نیز در حالی که از این دوستبازی ها و ادا و اطفال ها نهایت لذت را می برد، قدم به قدم به طرف شاه نشین اندرونی می رفت. چون در آنجا می دید سوگلی تازش جیران با چشمان منتظری به او نگاه می کند. از طرفی انیس و دوله ملکه دربار نیز با چشمان بیحالی شاهد این منظر است. می رساند که این زن در عمق دل خود رنج جان کاهی دارد. شاه مرتبا از جیبش اشرفی طلا در می آورد، در دست زنان سوگلی می گذاشت. به این ترتیب شاه را تا کنار پلکان بدرقه کردند. شاه در آن موقع صدا زد: ها انیس و دوله، تو اینجا هستی؟ آه به به، جیران هم که هست. به محض اینکه شاه شروع به حرف زدن کرد، مثل این بود که زنان سوگلی کاملا به عادات و احوالش آگاهی داشتند، لذا دست از شوخی و مزاح برداشتند. هر کدام در اطراف شاه در وضعی که داشتند بی حال و بی حرکت ایستادند. شاه نیز سرش را پایین انداخت، از پلکان بالا رفت، دست جیران را در دست گرفت. میان او و انیس و دوله روی تشک پرقویی که همیشه محل نشستن شاه بود قرار گرفت. همین که شاه نشست، عصایش را در برابرش گذاشت و پایش را دراز کرد. یکی از زنان سوگلی پیش دوید، چکمه‌های روسی شاه را گرفت و یکی یکی بیرون کشید. سپس شاه فریاد زد: آقا محمد، برو بساط آشرشته را برای ما به حرم سرا بیاور. بعد رو به انیس و دوله کرد و گفت: هنوز شما نهار نخورده ای؟ انیس و دوله که در کنارش نشسته بود گفت: نه قبله عالم، منتظر تشریف فرمایی شما بودیم. دوباره شاه رو به خواجه ها کرد و گفت: بروید و بساط نهار را هرچه زودتر اینجا مهیا کنید. شاه که همیشه از مطایبه و مزاح خوشش می آمد، با لحن آمیخته به طنز گفت: عزیزانم، رقیب خوشگلی پیدا کرده اید، اینطور نیست؟ زنان سوگلی به او نگاه می کردند، ولی لبخند تلخی روی لبانشان نشسته بود. شاه را در بلا تکلیفی گذاشتند، اما انیس و دوله که متوجه شد باید جواب مناسبی به شاه بدهد، فوراً گفت: البته نظر قبله عالم بسیار صائب بوده، سلیقه همایونی ممتاز است. شاه دستی به سبیلهایش کشید، از هندوانهی که زیر بغلش رفته بود حالت غروری به او دست داد، گفت: انیس و دوله متشکرم، تو همیشه حسن نظر داری. بعد هم دستی به سر و کول جیران کشید، جیران که در خلوت انس و عشق آتش پاره‌ای بود و شاه را با همه پیری و بیحالی سر حال می آورد، در آنجا کاملا ساکت و موقر نشسته بود.
وقار خاصی در چهرهش تلالو داشت. مضافن این که زیبایی و طراوت ممتاز او نیز کاملا در آن جلسه گل کرده بود. نهار در میان بزلگویی های شاه و زنان سوگلی رو به پایان رفت. موضوعی که میان زنان سر و صدا و حسادت ایجاد کرد ران جوجه سرخ شده ای بود که شاه با دست خودش آن را در دهان جیران گذارد. به اصطلاح این لغمه محبت آنچنان زنان را ناراحت می ساخت که شاه از تغییر حال آنان به خوبی مطلع بود. برای اینکه قضیه را درز بگیرد با لحن مخصوصی گفت: ناقله ها، من برای هر کدام از شماها لقمه محبت گرفتم. این با نوبت جیران بود. جیران خنده ای کرد. سایرین نیز از اضطراب خلاص شدند، زیرا فهمیدند شاه با هر کدام از آنان از این بازی ها داشته. با لقمه های محبت آنان را در قفس حرم سرا انداخته است. لذا هر کدام خنده ای کردند که به شاه نشان میداد کلک او را فهمیدند. بعد از ظهر آن روز بعد از کمی استراحت اظهار تمایل کرد که در تپه ماهورهای جاجرود به شکار پرندگان مشغول شود. شاه از جیران نیز خواهش کرد همراهش برود. در حالی که سایر زنان سوگلی شاه از این دعوت بسیار ناراحت شدند، ولی کوچکترین اعتراضی به عمل نیاوردند. فهمیدند هدف شاه تنها شکار نیست، بلکه میخواهد با جیران تنها باشد. شاه اسلحه دارباشی را صدا زد. به او دستور داد تفنگ دلول سرپر او را برای جیران آماده سازد. این تفنگ هدیه یکی از سلاطین اروپایی بود. آن را به جیران اختصاص داد. سایر همراهان شاه نیز مثل همیشه معلوم بودند. هوشدار باشی، بنهدار باشی، شاترها، سگهای شکاری، همگی آماده شدند. به طرف تپه ماهورها و کوههای اطراف جاجرود حرکت کردند. شاه که علاقه مفرطی به شکار داشت، در سرخ حصار تشکیلات متعددی برای تربیت قوش و باز شکاری درست کرده بود. سراسر سالن سرخ حصار نیز پر از تابلوهای مربوط به شکار و سر و کله خشک شده حیوانات بود. بعضی از آنها را شاه از فرنگ آورده بود. همین که موکب شاه از امارت یاقوت دور شد، شاه از جیران پرسید: جیران عزیز، از شکار خوشت می آید؟ جیران لبخند ملیحی زد و گفت: آه خیلی، ولی فکر نمی کنم شکار من مانند قبله عالم باشد. پدرم تفنگ قراضه‌ای در خانه داشت. گهگاه در روزهای جمعه با او به کوههای شهر سنک می رفت و شکار می کرد. من هم با او می رفتم. این تفنگ برای محافظت باغ از شر میوه دزدها و طراران نیز به کار می رفت. اما چند سال است دیگر دستم به تفنگ نخورده، چون شکاری در بین نبوده. از شر دزدان نیز راحت شده بودیم، زیرا خانه ما در مسیر قبله عالم قرار داشت. شاه با دقت به حرفای جیران گوش میداد گفت: ناقلا، تعارف میکنی؟ معلوم میشود که شکارچی ماهری نیز هستی. جیران خنده ای کرد که تا ته استخوانهای شاه را لرزاند. گفت: عزیزم، باور کن باید یادم بدهی. شاه همین که کلمه عزیزم را از دهان جیران شنید، مثل اینکه دنیا را به او دادند، سخت خوشحال شد. چون احساس کرد این کلمات تصنعی نیست، برای اقفال او به کار نمی رود. از اسب پایین پرید، دست جیران را گرفت. به او دسته ای از کبوتران را که کنار یک حلقه چاه قنات نشسته بودند نشان داد. همین که ایستاد، تمام همراهانش از اسب پیاده شدند. در فاصله 50 متری او ایستادند. شاه تفنگ دلول جیران را به دست او داد. قنداقش را روی شانه خود گذاشت و انگشتان جیران را روی ماشه گذاشت. طرز نشانه زدن را به او تفهیم می کرد. در این موقع جیران که از پرگوی شاه به تنگ آمده بود، تفنگ را از او گرفت. بدون اینکه روی زمین کمین کند، ماشه تفنگ را کشید، تیری به طرف کبوترها رها کرد. شاه با علاقه و تمایل شدیدی به حرکات جیران نگاه می کرد. خندش گرفته بود. در همان حال به متصدی سگهای شکاری اشاره ای کرد. او چند توله شکاری را رها نمود. سگها به طرف حلقه چاهی که در صدگامی آنها بود دویدند. هر کدام با یک کبوتر زخمی
دوان دوان به طرف شاه و جیران آمدند. معلوم شد که تفنگ سرپر با یک تیر سه کبوتر را از پا در آورده. شاه گفت: ای ناقلا، همینطوری تیراندازی نمی دانستی؟ آفرین. آیا تیراندازی با اسب رو هم می دانی؟ جیران که از هدف خوردن تیرش ذوق زده شده بود و خود را سر فراز می دید گفت: چشم عزیزم، اطاعت می شود. شاه دستش را روی شانه جیران گذاشت، گفت: هر وقت تو می گویی عزیزم، به نظر می رسد که دنیا را به من دادند. راستش را بخواهی، من دیگر پیر شدم. بیش از هر چیز به محبت و نوازش تو احتیاج دارم. گاه با خود فکر می کنم حیف که چند سال پیش با من روبرو نشدی. حالا هم که تو را دیدم، احساس می کنم خوشبختی واقعی نصیبم شده. دیگر سهم زندگیم تمام شده و باید زودتر از تو بمیرم. شاه قیافه متأثری به خود گرفت، سرش را به زیر انداخت. اولین بار بود که قیافه بیرحم و هوسران شاه قاجار در برابر ناموس ازلی طبیعت مقهور و مغلوب شده و عجز و لابه میکرد. جیران که متوجه غم و غصه عمیق شاه شده بود گفت: نه عزیزم، خدا نکند که قبله عالم یک روز و حتی یک ساعت زودتر از من به دیار باقی بشتابند. این حرف ها چیست؟ اگر بخواهم یک دقیقه بدون وجود عزیز زندگی کنم، از خدا میخواهم مرگم را زودتر برساند. شاه تحت تأثیر جواب ساده و بی‌آلایش جیران قرار گرفت. آهی کشید. چشمانش را که گود و بی‌حال بود به صورت جیران دوخت و گفت: نه جانم، هر موجود زنده‌ای مطابق ناموس طبیعت زندگی می‌کند و می‌میرد. اما خوشبختان کسی است که واقعاً دل در گرو مهر یاری وفادار داشته. زندگی خود را در کنار دلبری بی‌ریا و با صفا مثل تو به سر آورده. اما عزیزم، اغراق نیست. بالاخره من از تو پیرترم. تو هنوز در عنفوان جوانی هستی، ولی گرد پیری موهای مرا سپید کرده است. افسوس نمی‌خورم که چرا می‌میرم، چون مرگ در اختیار من نیست. همه خواهند مرد. مرگ امری جبری است. ولی افسوس می‌خورم که ایام خوش جوانیم در کنار زنانی گذشته که بویی از مهر و عاطفه نبرده بودند. جیران که احساس میکرد شاه متأثر شده و احتیاج به استمالت دارد گفت: غصه نخورید، گذشته ها گذشته، دم و حال غنیمت است. همانطور که از خوشی های گذشته اثری برای شما باقی نمانده، از لذت امروز نیز در فردا خبری نیست. چه بهتر است که گذشته ها فراموش شود و ایام باقی مانده عمر را هر چند کوتاه باشد در سرور و خوشی به پایان برسانی. شاه از صحبت‌های جیران خوشش آمد. یک بار دهانش باز شد و خنده‌ای کرد. با لحن مسرت باری گفت: جیران عزیز، به راستی نور امید و نشاط را در قلب یخ زدم پاشیدی. تو با این کلمات جان بخش رنج پیری و تنهایی را از دوشم برداشتی. اصلا در سخن گفتن معجزه می کنی. کلامت با این که ساده و بی‌ریاست، اثری عمیق و لذت بخش روی من باقی می گذارد. من هم امیدوارم بتوانم لایق این عشق و محبت پاک و آسمانیت باشم. دوباره جیران با لبخند کرشمه جان بخش گفت: من هم قول می دهم تا آخرین لحظه ای که جان در بدن دارم همسر وفاداری برای شما باشم. شاه آهی کشید، گفت: روز خوشی بود. سوارشو بروی. سعی کن شکار با اسب را نیز بیاموزی. هر دو مجدداً سوار بر اسب شدند و دنبال شکار تازه‌ای مشغول شدند. یکی دو ساعت گذشت. شاه به جیران گفت: برگردی، خسته شدی. در راه بازگشت شاه به جیران گفت به حرم سرا برود تا او بتواند جبران غیبت صبح را کرده قدری با شاهزادگان قاجار بگذراند. جیران نیز متوجه برنامه شاه شد. در جلوی سرخ حصار از اسب پایین پرید. همراه خواجه سراها به طرف عمارت حرم سرا که در قسمت شمال باغ قرار داشت حرکت کرد. غروب آن روز شاه اظهار تمایل کرد که در سرخ حصار بماند. صدر اعظم و شاهزادگان قاجار مرخص شدند. قرار بر این شد که فردا در صاحب قرانیه
به امور مملکت رسیدگی کند. آن شب هوا مهتاب و بسیار دلانگیز بود. شاه به اقامتگاه جیران رفت. روحی شاه خیلی جوان و شنگول شده بود. لذا دست جیران را گرفت، به طرف چشمه آب که در طرف شمال شرقی باغ بود رفت. گاه برای شعر می‌خواند، گاه او را نوازش می‌کرد، تا اینکه به کنار درخت تنومندی رسیدند. شاه اظهار خستگی کرد، آنجا نشست، دست در جیب کرد، قطعه کاغذی بیرون آورد و گفت: عزیزم، این قطعه شعر را پریروز در وصف تو گفتم. سپس شروع به خواندن کرد: از ازل خوب سرشتند ملائک گل تو، لیکن حیف که کردند ز آهن دل تو. همه جایی و ندانیم کجایی ای دوست، ره نبودند حریفان تو در منزل تو. دل و شاق به دیدار نکوی تو خوش است، ره ندارند به جایی به جز از محفل تو. جیران که تا آن لحظه نمی دانست شاه شاعری چیره دست و خوش ذوق است، پرسی قبله عالم شعر هم می گویند؟ گفت: بله، اما نه برای همه، برای خوشگل هایی مثل تو هم شعر می گویم، هم دیوانه می شدم. فراش باشی ها و خواجه سراها از دور مراقب پادشاه بودند. در همان لحظه صدای بمی در باغ پیچید: آقا باشی، معتمد الحرم. این صدای شاه بود، پیش خدمت مخصوص اندرون را صدا می کرد. ناگهان از میان درختان دو نفر خواجه با لباس های قرمز ظاهر شدند. شاه پرسید: از عملی طرب کسی اینجا هست؟ آقا باشی با لحجه مخصوص گفت: بله قبله عالم، آقا میرزا عبدالله هستند. فوراً او را به حضور بیاورید. جیران که هاج و واج مانده بود پرسید: قبله عالم، میرزا عبدالله کیست؟ شاه خنده ای کرد، سپس دست های جیران را جلو آورد و بوسید. مدتی بدون اینکه حرفی به او بزند، دیوانه‌وار در چشمانش خیره شد و گفت: حالا خواهی فهمید میرزا عبدالله کیست، چند دقیقه صبر کن. خواجه ها به طرف امارت عملی طرب رفتند. میرزا عبدالله بیچاره در خواب بود. خواجه ها مثل عجل معلق روی او افتادند، از خواب بیدارش کردند و گفتند: آقا میرزا عبدالله، قبلی عالم شما را احضار فرمودند. بیچاره میرزا عبدالله از خواب پرید، به سرعت لباس پوشید، در حالی که یکی از فراشان شاهی دستش را گرفته بود و میکشید، او را به طرف جایگاه شاه بردند. شاه که از آمدن میرزا عبدالله و خواجه ها با خبر شد، صدا زد: میرزا عبدالله، همانجا بنشین و برای ما ساز بزن. میرزا عبدالله حدود 20 قدم با شاه فاصله داشت، فوراً روی علف ها نشست. خواجه ها نیز در گوشه ای ایستادند. میرزا عبدالله بعد از چند لحظه کوتاه که سازش را کوک کرد، شروع به نواختن کرد. آهنگ و دستگاه شور را که شاه خیلی دوست می داشت انتخاب کرد. صدای ساز میرزا عبدالله ولوله ای را انداخته بود. انیس و دوله که با صدای تار این هنرمند آشنا بود از خواب برخاست. کنار ایوان حرم سرا آمد. در حالی که به مهتاب نگاه می کرد، قطرات اشک از چشمانش سرازیر شد. کم کم سایر زنان حرم سرا نیز بیدار شدند. همگی فهمیدند که شاه در باغ است، ولی جرأت نداشتند از چهار دیواری حرم سرا خارج شوند. قلب این بیچارگان مثل پرندی که در چنگال صیاد افتاده باشد می تپید. هر کدام ساکت و خاموش در گوشه ایستاده اشک می ریختند، چون صدای ساز میرزا عبدالله واقعا انسان را به شور و حال می آورد. مخصوصا تکه های غم‌انگیز دستگاه شور ولوله‌ای در قلب های ناب سامان زنان می افکند. یک خیال مبهم مثل همان نور ماه که آن را تماشا می کردند در اطراف ذهن روحشان چرخ می زد، دست از سرشان بر نمی داشت. این خیال که با کمال تأسف حقیقت نیز داشت، عشق تازه شاه و ویران شدن آشیان محبت عده دیگر از زنان بود. عشق جیران و علاقه شاه به او مسلماً سایر زنان حرم سرا را از نظر شاه می انداخت، زیرا همگی اذعان داشتند که این دختر لولی وش تجریشی در میان رقابت عاشقانه همگی را به زمین خواهد زد. بعضی زنها می گفتند: این دختر باغبان،
این دختر محمد علی خان تجریشی چه آشوبی به راه انداخته. باید حق او را کف دستش بگذاریم. اجازه ندهیم شاه را منحصر به خودش سازد. اما بعضی زنان ساکت و خاموش مانده بودند. تا اینکه ناگهان صدای ساز میرزا عبدالله خاموش شد. همه فهمیدند شاه و جیران ممکن است به حرم سرا برگردند. چون صدای پای خواجه باشی نیز به گوش می رسید. زنان سرگلی شاه مثل موشهایی که گربه دیده باشند هر کدام به سوراخی خزیدند. کم کم صدای پای شاه و جیران و زمزمی صحبت آنها به گوش می رسید. چند دقیقه بعد تمام باغ در سکوت فرو رفت. زیرا شاه و جیران نیز در یک خواب عمیق فرو رفته بودند. سرنوشت سرانجام کارش را کرد. دختر محمد علی خان تجریشی را نصیب پادشاه و مالک الرقا به ایران کرد. دختری که هرگز گمان نمی برد حتی در خواب و خیال بتواند به حریم سلطنتی پا بگذارد و شوهرش پادشاه مملکتی باشد. صبح که همه از خواب برخاستند، خیلی خودمانی و ساده دور هم جمع شدند. مثل اینکه کوچکترین اتفاقی نیفتاده است. شاه شنگول و خوشحال دستور چیدن بساط صبحانه را داد. همراهان عزیز لذت داستان، امیدوارم که از شنیدن این داستان زیبا لذت برده باشید. روز و روزگار بر شما خوش.